مثل همیشه قبل از عملیات موهای سر و محاسن صورتش را اصلاح کرد، اما این بار خوابش را تعریف نکرد، فقط نوحه خواند. برادرش هادی ازش پرسید چی شد این بار خوابتو تعریف نکردی؟ گفت این بار هیچ خوابی ندیدم. این نشانه است، نشانه این که این بار میخواهم خودم بروم کنار امام حسین علیه السلام. اسمش حسین بود، حسین بصیر. متولد سال 1322 فریدون کنار بود. از کلاس ششم ابتدایی مدرسه را رها کرده بود و رفته بود بابل سر کار آهنگری. اول شهریور 1341 برای انجام خدمت وظیفه آمد تهران. خرداد 1342 وقتی نهضت امام شروع شد او هنوز سرباز بود، اما سرباز پایتخت بود. تو خیابون نظام بود، اونجا خونهشون بود. من خودم هم لویزن خدمت میکردم، میرفتم اونجا خونهشون. همون موقع زمزمه ای بود و این چیزا، مثلا هایچی بفرسه من صحبت میکرد داداش، از امام، از به هر حال تحولاتی که سیاسی که پیش می اومد اینا برای من صحبت میکرد. تو پادگان و فلان اینا اصلا این مسائل نبود، اصلا این صحبت انقلاب این چیزا نبود، ولی از همون موقع این صحبت سیاسی بود. کمی که گذشت تبعیدش کردند پادگان منظریه قم. ظاهراً حرف سیاسی زده بود. هرچه بود شهریور 43 دو سال سربازیش را تمام کرد و برگشت شهرش. دو سه سالی ماند و بعد همانجا ازدواج کرد. روزهای انقلاب سرنوشتش با سرنوشت همه مبارزین یکی بود. یا داشت علیه رژیم تبلیغات میکرد و تظاهرات را میانداخت، یا به خاطر فعالیتهایش توی زندان بود. این سرنوشت مشترک همه مبارزان بود. ایشون علمدار حرکت انقلابی در شهر بودن، یعنی پایگاه ولیعصر به عنوان یک پایگاه عمده انقلاب بود برای ما. بعد مسجد امام جعفر صادق، مسجد سجاد با هم در راهپیمایی ها و تظاهرات و بعد این حرکت خودجوش مردمی که اینها هدایت میکردن و ما به عنوان نوجوان در کنار اینا بودیم، باعث شد که در سطح استان مازندران اولین شهری بود که حکومت نظامی شد. در سطح استان مازندران اولین شهری بود که حکومت نظامی شد و نفربر آوردن در سطح شهر فریدون کنار. یعنی اونقدر کار گسترده همه گیر شده بود که اونا مجبور شدن که نفربر بیارن داخل شهر. اون موقع اول انقلاب یعنی سال 57 شهر فریدون کنار جمعیت حدودا 10000 نفره داشت. حالا بزرگ شد، یه شهر بزرگیه، ولی اون موقع یه شهر کوچیکی بود. ولی این شهر کوچیک حضور گسترده به علمداری حاج حسین بصیر آنچنان ابهت وحشت به دل استقبال انداخت که اونا مجبور شدن نفرور رو وارد شهر بکنن که بتونن کنترل بکنن. این حرکتی بود که حاج حسین بصیر علمداری میکرد. بالاخره انقلاب شد و آرامش همسری به خانه حسین زد، اما طولی نکشید که جنگ شروع شد. از کسی مثل حسین که نمیشد توقع داشت توی خانه بنشینه، رفت جبهه. روز اولی که به حساب هواپیماهای عراقی اومده بودن فرودگاه مهرآباد و بمباران کرده بودن، یه حاجی اومد، ما رفتیم توی خونه یکی از دوستاش نشستیم، اونجا
اصلا انقدر حاجی بیقرار بود، انقدر بیقرار بود، گفت من اصلا نمیتونم رو پای خودم بند بشم، من باید هر چی سریعتر داده. امروز جنگ شده، همین الان اومدن فرودگاه زدن، حاجی میگه من همین الان باید حرکت کنم برم، همین الان من باید حرکت کنم برم طرف سربولزاب، اونجا درگیری اونجا خیلی شدتش زیاد بود، باید برم اونجا. خلاصه حرکت کرد. حالا یا روز دوم بود یا روز سوم بود، یعنی سه روز نگذشته بود. تا شهریور 1362 جز مرخصی های کوتاه یک سر جبهه بود. آنجا به خاطر تجربهش جانشین فرمانده یکی از گردان های لشکر 25 کربلا بود. 28 شهریور سال 62 بالاخره رسماً عضو سپاه شد و شد فرمانده گردان یا رسول لشکر. اولین سازمان تشکیلاتی رزمی که در جبهه جنگ تونستیم در لشکر 25 کربلا امروز که قبلا به عنوان تیپ مطرح بود، اولین گردانی که تشکیل گردان یا رسول که مسئولیت و فرمانده این گردان بوده حاج حسین بصیر بود. یعنی در ابتدای جنگ هم در محوریت کار بچه های مازندران مخصوصا شهر رو بودش، مأمن و پناهگاه بچه های شهر حاج حسین بصیر بوده. هر یک از بچه های شهر، شهر فریدون کنار بابل وقتی حضور پیدا میکنن در جبهه جنگ، همه مشتاق این بودن که در کنار حاج بصیر رو قرار بگیرن. تو موقع گردان محدود بود، به عنوان تیپ 3-4 تا گردان بیشتر نداشتیم. یکی از گردان های خوشنام، فعال، حماسی گردان یارسول بود. کمی بعد که عملیات ولفجر 4 شروع شد، او هم جانشین تیپ 1 لشکر شد. بعد از عملیات ولفجر 4 در ولفجر 6 هم شرکت کرد که ترکش خورد و مجروح شد. سال 1363 رفت حج و شد حاج حسین بصیر. لطفاً ضمن مرخی خودتون بفرمایید تا کنون چند بار در جبهه حضور داشتید و در چه عملیات شرکت نمودید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مدتی هست که در جبهه حق هستیم و در خدمت رزمندگان اسلام بریم انجام وظیفه میکنیم. بعد از عملیات بدر در زمستان 63، حاج حسین در عملیات‌های زنجیره‌ای قدس در سال 1364 شرکت کرد و با هدایت نیروهایش توانست پاسگاه‌های بلالیه و ابولیله عراق را بگیرد. بعد از عملیات قدس، گردان یا رسول به عنوان گردان نمونه مأمور شد در لشکر 77 خراسان ادغام شد. مأموریتشان که تمام شد، زمستان بود و آماده شدند برای عملیات بلفجر 8. نیروهای گردان برای آموزش غواصی و کسب اطلاعات لازم برای انجام عملیات بلفجر 8 به بهمنشیر منتقل شدند. همین موقع بود که حکم فرماندهی یکی از تیپ‌های عملیاتی لشکر ویژه 25 کربلا هم برایش آمد. بینندگان عزیز، اینجا کارخانه نمک است در شمال غربی پاو که در ادامه عملیات ولفجر 8 در تاریخ 23 75 روز جنگ تمام عیار تو منطقه فاف شده بود. همه خسته، بعدا گردان ها وارد می شدن به وسیله بمباران هوایی بر می گشتن، یعنی نمی تونستن گردان سالم به خط برسه. در اون شرایط سخت در قسمت کارخانه نمک دشمن پاتک عجیبی کرده بود، یعنی دیگه اومده بود که بتونه نفوذ بکنه تو خطای پدافندی ما. ایشون اومدن در اون منطقه بسیار سخت، خودشون در معبر نقاطی که به عنوان کمین ما بودن حضور پیدا میکردن، بچه ها رو آماده میکردن برای مقابله با دشمن و مقاومت منطقه کارخانه نمک
به همت و تلاش حاج حسین بصیر بود. شما نگاه بکنید، این عملیات یک رکن از سه رکن ارتش عراق رو از بین برد، یعنی نیروی دریایی ارتش عراق رو نابود کرد. عملیات ولوجه 8 دشمن در صدد بود که بتواند این پیروزی بزرگ لشکران اسلام رو خونسا بکنه. در درجه دست به پاتک‌های بسیار شدیدی زده بود، یعنی خود صدام در پشت جبهه قرار گرفت، فرمانده کل ارتششون عدنان خیرالله فکر کنم بود، خودش اومده سوار هلیکوپتر بود هدایت میکرد پاتک‌های دشمن رو، عملیات‌های دشمن رو. اما مقاومت حاج حسین بصیر و نیروهایی که در تحت امر ایشون بودن باعث شد که این پاتک‌های سهم خطرناک و سهمگین دشمن از بین بره و خط رو تثبیت بکنن. همکنون در حال رفتن به سوی مسجد شهر فاو هستیم. عملیات با موفقیت انجام شد و شهر فاو عراق به تصرف درآمد. اما حاج حسین به خاطر اصابت ترکش به قفسه سینه و بازویش مجروح شد. کمی استراحت کرد و باز در فروردین 65 به فاو برگشت. همان وقتها بود که عراق به تلافی فاو به مهران حمله کرد و شهر مهران را گرفت. صدام گفته بود مهران گروگان فاو است. اما رزمنده ها این آرزو را به دل صدام گذاشتند. وقتی که دشمن موفق نشد که فاو را به تصرف خودش در بیاره، یک اقدام تاکتیکی دیگه کرد، اومد دست به عملیات در قسمت مهران زد. فرماندهی حاج حسین بصیر این شد که وقتی امام فرمان داد که مهران را آزاد بکنین، وقتی وارد صحنه شدیم ما به فرماندهی حاج حسین بصیر تونستیم شب اول عملیات که باید یه مرحله عملیات رو انجام میدادیم، دو مرحله عملیات رو در همون شب انجام دادیم. یعنی اومدیم، خط شکسته شد، نیروها هدایت شدن، گردان ها اومدن از ما عبور کردن و به سمت پایه های قله قلویزان حضور پیدا کردن و قلویزانی که بارها عملیات شد که اینو به تصرف در بیاریم نتونستیم، در ادامه عملیات شهید اصغر بصیر تونستن به فرماندهی حاج حسین بصیر برن به بلندی های قلاویزان، قلاویزان رو تصرف کنن و اونجا اصغر بصیر هم به شهادت رسید. با انجام عملیات کربلای 1 مهران هم آزاد شد، تا اینکه روزهای سخت زمستان 65 از راه رسید. حاج حسین و گردانش جز نیروهای شرکت کننده در عملیات کربلای 4 بودند. اما عملیات که لو رفت، بلافاصله خودشان را برای شرکت در عملیات بعدی که در شلمچه انجام می شد آماده کردند. عملیات کربلای 5. عملیات کربلای 5 پاتک دشمن بسیار سنگین شد، طوری که منطقه در یک خطر بسیار بزرگی قرار گرفت و لشکر اسفندیار تقریبا آخرهای کارش بود، یعنی نیروها رو از دست داده بود. عملیات بسیار سنگینی بود، ادامه عملیات سنگین بود. پاتک دشمن رو کانال مایی یا همون دریاچه مایی معروف بسیار شدید بود و تقریبا بچه‌هایی که در خط بودن به وسیله آتش دشمن مجروح شده بودن، شهید شده بودن، نفرات بسیار کم شده بود و احتمال پیروزی پاتک دشمن بر این عملیات زیاد شده بود. یعنی اومده بودن تو نزدیکای خط که بتونن خط رو تصرف بکنن. اینجا حاج حسین بصیر خودش بلند شد و 4-5 نفر از بچه‌هایی که داوطلب شدن که در کنار ایشون قرار بگیرن، اومدن و به قلب دشمن زدن باربیچ و تیربار، روانه شدن به میدان و دشمن وحشت کرده بود، دیگه نتونست پیشروی بکنه، زمینگیر شد و بعد خط تثبیت شد به وسیله اقدام شجاعانه حاج حسین بصیر. در همین عملیات بود که مرتضی جباری داماد حاجی فرمانده گردان عاشورا در شلمچه به شهادت رسید.
19 فروردین 1366 مسئولیت حاج حسین باز هم بیشتر شد. حالا او قائم مقام فرمانده لشکر 25 کربلا بود. مسئولیتی که با آن در عملیات کربلای 8 شرکت کرد. این جاده تدارکاتی دشمن هست که از خرمشهر به عراق منتهی میشه. در این عملیات دو همرزم دیگر او، محمد حسن قاسمی طوسی و حمیدرضا نوبخت هم شهید شد. حالا دیگر واقعا تنها شده. شب عملیات کربلای ده، حاج حسین با چند تای دیگر از رزمنده ها توی سنگری بالای ارتفاعات ماعوت عراق نشسته. شیشه عطرش را از جیبش درآورد. به سر صورت تک تک افرادش عطر زد. گفت اگر به فیض شهادت نائل شدید ما را فراموش نکنید. ما از شما التماس دعا داریم. بعد دستی به محاسنش کشید و گفت دیگر پیر شدم. خستم. نیاز به استراحت دراز مدت دارم. هادی برادرش که کنارش بود گفت انشاءالله بعد از عملیات میرید شمال کمی استراحت میکنید. هنوز منظور او را نفهمیده. تنها وقتی گلوله خمپاره روی سقف سنگر حاجی فرود آمد، هادی منظورش را فهمید. آن وقت هم که دیگر برای فهمیدن و خداحافظی خیلی دیر شده بود. بعد از 7 سال حضور مداوم در جبهه، واقعا وقتش شده بود که کمی استراحت کند.